سارین؟ داری جایی میری؟ این وسایل میره. این وسایل کیه؟ وسایل های اتاق تاراست که دیگه بهشون نیازی نداره. منظور چیه؟ چرا دیگه بهشون احتیاجی نداری؟ فرهان، وسایل آرایششه و لباسای رنگیش، شما لطفاً اینو ببرین و به خونه نیازمندان ببخشین. وسایل آرایشش که درست، اما لباساشو چرا میخوای به نیازمندان بدی؟ بس چی بپوشه؟ لباس سفید که براش خریدیم و دادیم بپوشه. لباس سفید؟ این دیگه سیاه طرفیه. اون بیوه است، میت که نیست. بیوه و میت خیلی از هم فرقی نداره. نمیتونم باور کنم. سرین، این حرف رو تو میزنی با اون سطح تحصیلاتت؟ منظورتون چیه؟ یعنی رسم و رسوم جامعه رو فراموش کنی؟ حداقل تو میتونی مانع این رسومات بشی، به جای اینکه خودت مثل آدمای جاهل رفتار کنی. لطفا شما کاریتون نباشه دیگه، شما این چیزا رو نمیفهمی. اما واقعیت رو میگم، من این کارهای بیهوده شما زنان رو نمیفهمم. واقعا چی میخواین؟ باشه، شما لطفا برین و این چیزا رو به بقیه بدین. من این کارو نمیکنم. برای این کارهای احمقانه فخ ندارم. پس درسته، من اینا رو میسوزونم، نمیذارم این چیزا تو این خونه بمونه. هر کاری دلت میخواد انجام بده. من نمیفهمم تو این خونه چه اتفاقی میفته مامان. چی شده؟ آخه چرا شما تارا رو مجبور میکنی لباس سفید بپوشه؟ واسه این که برای بیوه همین یه رنگ وجود داره. مامان شما هم بیوه این، چرا شما نمیپوشی؟ من فرق دارم، سن و سالی ازم گذشته. و شما میخواین تارا اینجوری عمرشو بکسرونه؟ چرا میخواین این رسومات مسخره رو به اون تحمیل کنین؟ دخالت نکن، تو هیچی نمیفهمی. من واقعا نمیفهمم. شما لطفاً از عقل خودتون یه ذره عقل بهم بدین تا من هم بفهمم که چه خبره. ساکت شو فرهان. مادر جون. به من نگو مادر، خیلی ناراحتم کردی. مادر جون لطفا منو ببخشین، اشتباهی خیلی بزرگی ازم سر زد. لطفا منو ببخشید مادر جون. برای پسر فقط مادر عزاداری میکنه، همسراشون که فقط تظاهر میکنن. مادر جون لطفا این حرفو نزنین، شما میدونین من از هر گوشه این خونه فقط صدای آرمانو میشنوم. لطفاً مادر جون منو ببخشید. واسه ببینم چی کار میکنی. من دارم موجود آرمانو حس میکنم. لطفاً منو ببخشید مادر جون. لطفاً منو ببخشید، خیلی اشتباه بزرگی کردم. لطفاً منو ببخشید.